ابتدا تازه ترین رویدادها در سوریه. با گذشت دو روز از زلزله آذربایجان شرقی در ایران، برخی نمایندگان مجلس از نحوه امدادرسانی و برخورد حکومت با این زلزله انتقاد کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم از صدا و سیما به خاطر عدم درک شرایط سخت مردم که در زلزله هستند انتقاد کرد. آرش سیگارشی گزارشی دارد در این باره. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از عملکرد صدا و سیما برای پوشش خبرهای زلزله انتقاد کرده است. اظهارات لاریجانی بعد از انتقاد چند تن از نمایندگان مجلس از صدا و سیما صورت می‌گیرد. از جمله یونس اسدی، نماینده مشکین شهر، که گفته مسئولان صدا و سیما خجالت بکشند. زلزله از سه روز شنبه در آذربایجان شرقی، مرکز آن اهر در 90 کیلومتری شمال شرقی تبریز، تا کنون بنابر آمار رسمی 306 نفر کشته شدند. مجروحان این زلزله هم بیش از 5000 نفر بودند که نیمی از آنها سرپایی درمان شدند. برخی منابع غیر رسمی آمار تلفات را بیشتر عنوان می کنند. روزی که زلزله روی داد، صدا و سیما به خاطر مناسبت مذهبی در ایران اخبار زلزله را پوشش نداد. خبررسانی یک روز بعد از یک شنبه آغاز شد، اما نمایندگان میگویند سکوت خبری صدا و سیما موجب شد امدادرسانی با تأخیر شروع شود. شب گذشته هم پخش برنامه طنز خنده بازار از شبکه سوم صدا و سیما بر انتقادات افسود. امروز نمایندگان مجلس از نحوه امدادرسانی و برخورد دولت با زلزله هم انتقاد کردند. نادر قاضی پور، نماینده ارومیه، از محمود احمدی نژاد و دولت او انتقاد کرد که چرا اعلام عزای عمومی نکرده. واکنش مقام‌های حکومت به زلزله اخیر آذربایجان با تأخیر بود. پیام تسلیت رهبر جمهوری اسلامی نیمه شب یک شنبه در رسانه‌ها منتشر شد و محمود احمدی نژاد هم قبل از سفر امروزش به عربستان پیام داد. شاید لازم بود که یک مشورتی بشه، اما محمود احمدی نژاد برای نشست سران کشورهای اسلامی در روز جمعه به عربستان دعوت شد، اما مسافرت زود هنگام او که گفته می شود برای زیارت مدینه است موجب انتقاد برخی رسانه ها شده. سایت عصر ایران پرسیده دو روز بعد از زلزله آقای احمدی نژاد کجا رفتید؟ و سایت آفتاب هم با اشاره به سفر زیارتی رئیس دولت پرسیده زیارت مستحبی مهمتر است یا زلزله آذربایجان؟ علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی که معمولاً وظیفه سازندگی مناطق زلزله زده را دارد، همراه احمدی نژاد به عربستان سفر کرده. ظاهر رستمی، دبیر کل جمعیت هلال احمر هم که اصلی ترین گروه امدادرسانی به زلزله است، به لیبی سفر کرده. در دو روز گذشته خیلی از مردم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک تلاش کردند کمک‌هایی به مناطق زلزله زده بکنند. مسئول پزشکیان نماینده تبریز امروز در مجلس گفته اگر مردم نمی‌آمدند شاید بحران زلزله به این سرعت جمع نمی‌شد. مقام‌های محلی می‌گویند زلزله زدگان به پتو، چادر، آب معدنی و نان نیاز دارند. با اینکه برخی کشورهای همسایه ایران، کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی برای کمک اعلام آمادگی کردند، اما جمهوری اسلامی ایران هر گونه کمک را رد کرده است. آرش سیگارچی، صدای